با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. روز جمعه است، 23 از ماه نوامبر سال 2012 میلادی. در روزهای جمعه همونطور که مطلع هستید حدود یک ساعت و نیم خدمت شما هستم. امشب در باره مطالب مختلف صحبت میکنیم. اجازه بفرمایید که یک غزلم از حافظ خدمتتون بخونم. میفرماید: غم زمانه که هیچش کران نمیبینم، دواش جز می چون ارغوان نمیبینم. به ترک خدمت پیر مغان نخواهم گفت، چرا که مصلحت خود در آن نمیبینم. در این خمار کسم جرعه ای نمیبخشد، ببین که اهل دلی در جهان نمیبینم. ز آفتاب قدح ارتفاع عیش مگیر، چرا که طالع وقت اونچنان نمیبینم. این ارتفاع گرفتن در واقع از مصطلحات نجوم هست، به دستگاه های نجومی نگاه میکنن و ارتفاع میگرفتن. بله، ز آفتاب قدح ارتفاع عیش مگیر، چرا که طالع وقت اونچنان نمیبینم. نشان اهل خدا عاشقی است، با خود دار که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. نمیگوید نشان اهل خدا نماز و روزه هست و عرض شود که حج و جهاد و این حرفا. نشان اهل خدا عاشقی است، با خود دار که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. بر این دو دیده حیران من هزار افسوس، که با دو آینه رویش عیان نمیبینم. قد تو تا بشد از جوی بار دیده من، به جای سرو جز آب روان نمیبینم. نشان موی میانش که دل در او بستم، ز من مپرس که خود در میان نمیبینم. من و سفینه حافظ که جز در این دریا، بضاعت سخن درفشان نمیبینم. خب اجازه بدید خدمت شما عرض کنم که دیروز روز شکرگزاری بوده است. بله، روز شکرگزاری. در این روز شکرگزاری شاید که تاریخش رو مکرر خدمت شما گفتم، خانواده های آمریکایی هر جا باشند معمولا جمع میشن، خیلی خوب هست و اینها شکرگزاری میکنن، سر صفحه دعا میخونن اینها. و یکی از مراسم هم این است که در کاخ سفید آقای رئیس جمهور رسما چون بزرگترین ترکی رو، ترکی یعنی بوقلمون، میبرن اونجا و رئیس جمهور میاد سخنرانی میکنه، این ترکی رو آزاد میکنه. بعضی وقتا دو ترکی هست، دو تا بوقلمون، مثل همین پریروز اینا که سخنرانی میکنند و اینها رو جانشون رو میبخشن و این آقا و خانم ترکی رو عرض می شود که به زندگیشون ادامه میدن. یعنی در این کشور و در این جامعه نشان کمپشن هست، حس غمخواری و دلسوزی هست. حالا جالب هست که من داشتم داستان این ایجنت اورنج رو و استفادهش رو در ویتنام دنبال میکردم، یه برخورد کردم به این داستان، گفتم عجب روزگاریست واقعا. بین سالهای 62 تا 72 این میلیون ها گلون ایجنت اورنج ریختن در سر این ویتنامی های بیچاره و اینها. حالا در بابش صحبت میکنم. باری امسال دو بوقلمون آزاد کردن و نامگذاری هم کردن هابلا قابلا، یه همچین چیزی که میخورد به سر صدای بوقلمون. بعد میشود که بوقلمون ها خوشحال مشغول شدن به از شریدن در این باغ کاخ سفید. حتما روز بعدش هم تبریک میگفتن به هم زندگی رو و مرغا، چون به هر صورت یه روز کشتار مرغا عقب میفته دیگه، به هر صورت روز همه بوقلمون میخوره. بوقلمون هم چیز بدمزه است واقعا. حالا در فرهنگ ایرانی خیلی چیز عظیمی، یه دلکسی خیلی خیلی مهمی بود. گفت کنن تهنیت یکدگر همی به حیات، بقیتی که ز ترکی بمونده از مرغان. با اجازه کمال اسماعیل، این بیت کمال اسماعیل من در اشتهالت کردم اینها در وقتی که سلطان جلال الدین اومد در اصفهان. کمال الدین اسماعیل ابن محمد ابن عبدالرزاق، دو شاعر بزرگ هستن در دو نسل،
اینها پدر شاعر، پسر شاعر، با غلام خونها ریخته بودند. این بیت دوم قصیده اوست: کنند تهنیت یکدیگر همی به حیات، بقیتی که ز انسان بماند و از حیوان. خیلی خیلی بیت غم انگیزی. بگذاریم. بله، حالا بهتر بود که من فکر کنم بودجه ارتش رو کمتر میکردن، این بوقلمونا رو هم آزاد میکردن، بهتر بود. هر بشود که حالا میرسیم به این داستان ایجنت اورنج. من خدمت شما میگم که داستان چه شد که یک، یعنی جنایاتی که هوسهای امپریالیزم کرده رو ما اگه مطالبه کنیم، اینا بدترین نوع جنایات بوده. واقعا انگیزه اقتصادی هم معمولا داشته همیشه. اون جنایاتی که انگلیس ها کردن در جهان با بوئرها کردن حوالی 1900، اینا چه جنایات عظیمی بود. در ویتنام چه کارها شد. واقعا یک دانشمند آمریکایی روی گیاهان کار میکرد، بعد یه چیزی کمیکالی اختراع کرد، در واقع کشف کرد که وقتی میزد به سویبین، یعنی لوبیا سویبین، رشدش 10 برابر سریع میشد. بعد یک روز زیاد زد، دید برگا خوش شد و ریخت. هر شبت که این ریسرچش رو به نام خودش چیز کرد و به دست ارتش افتاد. یک استادی هم داشت در همین کلتک در کالیفرنیا، اینا با این مذاکره میکرد اینها. و اون استاد یک زمانی شد ادوایزر آقای نیکسون. ارتش متوجه این پدیده شد. ما میدانیم که هر کشفی در تاریخ علم شده است، ابتدا میلیتاریست ها، زورگوها رفتن ببینن چگونه میشه از این استفاده نظامی کرد. اگر این داستان آرکیمیدیس یا آرشمیدس و محاصره سیراکوس که گفتن درست باشه، از روزگار در واقع کشف آینه مقعر تا روزگار لیزر و همین داستان شکستن اتم، همه اختراعات بزرگ ابتدا صرف هر میشود که ارتشی شده است و زور گفتن و کشتن انسان ها و اینها. این ردپای خیلی خیلی تاریخی داره. باروت به عنوان مثال، منجنیق ها، تا میرسیم به داستان گازهای شیمیایی و عرض می شود که داستان موشک ها و اینها. و اینترنت ابتدا استفاده نظامی داشت. باری و وقتی که عرض شود که ارتش آمریکا متوجه شد که اگر این از این زیاد بزنی، مصرف کنی، برگ ها می ریزه. اینها وقتی جنگ بتان در جریان بودن، جنگل ها به حد انبوه هست که دشمن دیده نمیشه. اینها عرض شود که آمدن و این رو گسترش دادن با 2 فرمول جدید که پایگاهش البته همون فرمول اول، و میلیون ها گالون از این فرو ریختن بر سر، عرض کنم که جنگل های ویتنام، و این مزارع رو خشک کردن و درختها رو خشکانیدن. و چه جنایاتی، در واقع غافل از این که یک ماده شیمیایی خطرناک همراهی میاد که در نسل های بعد هست، ماده شیمیایی تتراکلور و دایبنز و دایقسین، این ماده خطرناکی که در نسل انسان اثر میکرد. و عجیب اون که این اولین بار در تاریخ انسان بوده که یک ساینتیست سیاست دولت رو تغییر داده. ای وای ای وای. ممنونم از شما وارتان جان، واقعا خیلی تصاویر شگفت انگیز و حزین است. حاصل زیاد خواهی گفت، همه تلخی از بحر بیشی بود، مبادا که با آز خیشی بود. افزون طلبی بله. ممنونم از شما عزیزم. بله، و این دانشمند شنید. خیلی جالب این چیزها رو دانستن، خیلی خیلی مهم است. از 2 چیز صلاح و فلاح بر نمیاد دوستان گرامی، یکی از دیکتاتوری، یکی از جنگ. که معمولا جنگ ها معمولا حاصل یک نوع دیکتاتوری هستن. البته باری این دانشمند شنید، دانشمند جوانی بود، رفت پیش استاد که آقا این چه حکایتی است من میشنوم. شنیدم این
علم شریفه، این برای خدمت به انسان بایستی به کار برده بشه، نه اینکه مردم بیچاره رو. گفت آقا شما با سیاست دولت مخالفت میکنید. و این پروفسور در همین کلته که اینا نامهاشون رو من در میارم، فراموش کردم نامهاشون رو، اینا گفت آقا شما دخالت به کار دولت نکن. اینا گفت من از پای نمیشینم. شروع کرد تلفن کردن این سو اون سو و در واقع پتیشن جمع کردن، امضا جمع کردن علیه این داستان، فشار آورد. این پروفسور در واقع ادوایزر علمی یا یکی از ادوایزر علمی کاخ سفید آقای نیکسون بود و مراتب رو اونجا چون آزمایش نکرده بودن که آقا این زیانهایی این چه خواهد. باری آقای نیکسون به سال 1971 و ایشون مسافرت کرد به همین دانشمند جوان به ویتنام. اونجا دید چه واقعا فاجعه‌ای در این مملکت به پا شده و اینها، آمدن و آقای نیکسون متوقف کرد و چندین میلیون گالون ایجنت اورنج که همین داو کمیکال می ساخت اینها رو دیگه نابود کردن و استفادهش رو ممنوع کردن. اما اونچه در دست ویتنام جنوبی داده بودن باز ریخ بر سر ویتنام شمالی و وقتی خواستن که جبران بکنن جمعاً 40 میلیون دلار که به اندازه یک ده هزارم اون زمین ها رو تمیز نمی کرد دادن که بله حالا ما جبران مافات هم کردیم. اینها اصطلاحاً میگویند collateral damage، collateral damage، اینا مقالطات زبانی دیگه، collateral damage. بله خیلی جالب بود این دو کنتراست بین بوقلمون آزاد کردن اینجور کارها، واقعا شگفت انگیز. خب بگذاریم، اجازه بدید برگردیم سر سبب موضوعات دیگر. این دو تصویر که ملازم فرمایید از سبب که تصویر آزادی خواهان هست، اینجا من گذاشتم خانم نسرین ستوده به خصوص که خدمتون معرفی کردم و ستار بهشتی که به قتل رسید. شنیدم یک کسی دیگری رو هم کشتن، دوستی گفتم من چون تحقیق نکردم از کنم که ذکر نمی کنم، اما ستار بهشتی. و جالب این هست که میگویند دو سه نفری رو دستگیر کردن، قرار بازداشت صادر کردن. و عجیب این هست که هرگز نام این جنایتکاران افشا نمیشه در موضوع اون دزدی 3 بیلیون دلاری. مردم ایران متوجه نشدن اینا که بودن، آقا چه بود اینا، که با چه کسانی ارتباط داشتن، اینا از کجا توانسته بودن این سرقت بزرگ رو از جیب ملت بکنن، هیچ معلوم نشد. اینا هم معلوم نیستن چه کسانی هست. ابتدای گفتن که به مرگ خدایی مرده، به مرگ طبیعی مرده و هر شبت که، و بعد پزشک قانونی گفته است که آقا این آثار ضرب و جرح در همه جای بدن بیچاره هست. او رو بردن کشتن، در واقع او رو بردن کشتن و حالا میگن داریم رسیدگی میکنیم. عرض کردم خدمت شما از روزگاری که ندای آزادی برآمده و عدالت خواهی، معترضان بودند در مملکت ما، آزادی خواهان بودند و همین گروه پرچم آزادی رو نگه داشتن. اون گروهی که اهل این دنیا هستن، به خصوص بازاریان را عرض کن، یکی دو تنی از این بازاریان آمدن و حیثیت کسب کردن در همه، یکیش مرحوم شمشیری بوده، چه با چه نام نیکی و چه گردن افراخته‌ای وارد تاریخ شد مرحوم شمشیری در موضوع نهضت ملی. و آدم بازاری معمولا هر سبب که در همون فرهنگ خود ما میبینم و جای دیگه هم همینجوره ما، که از بام تا شام فکر این هست که چگونه این منفعت رو زیاد بکنه با این ذهن مادی توی اون تاریکی بازار، این عنکبوت ها خوناشا هر سبب که فکر زیاد کردن ثروت هست. بنابراین هر حکومتی که بیاد که خودی ها رو میاره، البته بازاری هاش معمولا ناراضی نیستن، ناظرین. بنابراین این قشر رو به خصوص رو هر شبت که ما باید از معادل آزادی خواهی بیرون بگذاریم، گرچه در روزگاران عرض میکنم قدیم در عصر مشروطه بوده است که بازاری ها واقعا همت کردن، اما در این روزگار جمهوری اسلامی به جهت اینکه کاملا خودی ها رو به میدان کشیدن و ثروت ها رو به دستشون دادن، ما بخاری از این بازاری ها در ارتباط با عدالت خواهی ما ندیدیم. واقعا اینا دوستان نگهداشت وضع موجود هستند.
چون فرض کنید که آقا مثلا یه قصاب بوده معمولی، حالا شده است نمیدونم مسئول گوشت کشور، اوان انصار خودش هم آورده، هرگز نمیخواد حکومت آخوندی سقوط بکنه. به بسیاری از ثروتمندان خارج کشور که اینها معاملات با داخل ایران دارن، اینها طرفداران نگهدارندگان استاتس کو هستند. به قول اینجا بالا گفتم خدمت شما، اما هر شبت یلاقواها رو بگو این نکته بر عوام نماها، کل تراشیده ها. عرض میکنم که شعر عشقی رو میرم براتون میخونم. سچا قواها گو کوشش ماها، پی حقوق شماها، اسبه که به ماها کمک کنید شماها. تکیه روشنفکرانم بر مردم عادی بود، یلا قواها در واقع. و این گروه معدود عرض میکنم که خواب رو از چشم استبدادیون بردن در این صد سال گذشته. نسرین سطوری شخصیت بین المللی است امروز، توجه جهانیان به اوست. من یادم میاد در روزگار گذشته، خب بعد از مثلا ماجرای خشن 28 مرداد و فلانی حرفا خبری نبود، اما وقتی که در واقع زمان گذشت و گذشت و گذشت و معترضین اعتراض کردن، یک زمانی شد که یک نویسنده رو میگرفتن همه جهان متوجه امر بود. انجمن قلم عرض میشود که دستگاه حقوق بشر حساس شده بودن، امروز هم چنین شده، در حالی که ما میدانیم آخوندها ده هزار تا میگوهم میکنه، ده هزار تا اقراق دیدن، اما هزار میکشتن، خبری دنیایش خبری نبود. واقعا من تعجب میکردم شخصا. اما امروز به وضعیت رسیدی که جهان حساسیت پیدا کرده. اگر این حساسیت جهانی نبود، من مطمئنم که نسرین سطوری کشته بودن تا امروز. و استبداد چاره‌ای جز عقب نشینی نداره، چاره‌ای جز عقب نشینی از مواضع خودش نداره. عرض شد که و امروز ستوده این مقام رو پیدا کرده. ستار بهشتی یک مرتبه در جهان شهرت یافت. شما اگه نگاه کنید، اینها کسانی هستند که با گردن افراشته وارد تاریخ مملکت شد. و حیات آزادی بستگی داشته است به همین محدود عدالت خواهان کشور، عدالت خواهان. خدمت شما عرض کنم که این یک مطلبی میخوندم در باب موسیقی و تأثیر آن. و این مایه اصفهان که مینور گفته میشه حزن‌انگیزه و خیلی داستان جالبی بود در باب یک آهنگساز مجاری که خانمش رهاش کرده بود و خیلی ناراحت بود و گرفتاری بود و اینها. حدود 1800 و اواسط قرن 19 هم اگه اشتباه نکنم آهنگی ساخت به نام گلومی ساندی، یک شنبه غم‌انگیز، یک شنبه حزن‌انگیز. و 18 نفر خودکشی کردند در حالی که این آهنگ داشت براشون پخش میشد. و بعد تحقیقات که این عرض میکنم پرده مینور غم‌انگیز هست و دیپرسینگ، در حالی که برای ما ایرانی ها غم یک نوع شادی هم درش هست. نمیدونم چگونه توضیح بدم، مثل غم در سرشت ما نهفته است به خاطر این قضای تاریخی. بعد پرده در ماژور رو امتحان میکرد و میگو ببینید این نشاط انگیزه، در حالی که مینور حزن انگیزه و این در مینور ساخته شده، آهنگ گلومی ساندی. و جالب این که آهنگشون چنان معروف شد که ثروت زیادی براش جمع شد در یکی از این بانک های آمریکا، و اما اجازه ندادن که این مرد مملکت رو ترک کنه بیاد و ثروتش دست پیدا کنه و حاصل کار گلومی ساندی رو ببینه. خب اجازه بدید بگردیم سر این داستان جنگ. عرض می شود که این جنگی که در گرفت در واقع، خب کشور اسرائیل با شهر غزه، قریب 1,700,000 نفر در یک محوطه کوچک، و در اونجا حماس کنترل داره. می دونید که فلسطین، مردم فلسطین عمدتاً در جو جا هستن. یکی وست بنک، لطفاً نقشه وست بنک رو نشون بدید. من یه توضیح در باب وست بنک بدم و عرض می‌کنم که این محمود عباس و تاریخش تا اونجایی که بیاد دارم
وست بانک و اینا محل های قدیم هستند، اینها در واقع زادگاه مدنیت های بسیار بزرگ هستند. شهر غزه نزدیک 5000 سال سابقه مدنیت داره، در روزگار مصریان تا بعدها یکی پس از دیگری تا برسد به دست اسلام. غزه شهر خیلی خیلی قدیمی است و بخش وست بانک هم همینجور. لطفا نقشه وست بانک و وارتان جان لطفا مرحمت کن نشان بده تا من توضیح خدمتتون بدم. بله و این شهر غزه است. بله این وست بانک نیست. بله این نوار غزه است، این شهر کوچکی است. عرض می شود که قریب 1,700,000 نفر هم در این شهر غزه هستن. اینجا همونطور که عرض کردم شهر بسیار قدیمی است و در دست مصریان بوده در ابتدا و بعد دست به دست شده است تا به روزگار عثمانیان رسیده است. بعد اسلامی ها در روزگار تمدن ویزانس. بله حالا برگشتین شما یه جاره نگردین تا من در اون باب توضیح بدم. پس اجازه بدید راجع به اینجا توضیح میدم بعد میگردیم سر غزه. همون وست بانک رو نگهش دارین همون جا که بود. بله همینجا لطفا نگهش دارین. وست بانک بخشی عمده فلسطینی ها اندکی بیشتر از غزه در اینجا سکونت دارن. در واقع 5640 کیلومتر مربع وسط غزه است. شهر اورشلیم در اینجاست، منطقه بسیار بسیار تاریخی و قدیمی. 2,620,000 نفر ساکنین غزه هستند. از این گروه 2,000,000 فلسطینی، 500,000 یهودی عرض میکنم که در اینجا سکونت دارند. این که میگویند که عرض شود که این ستلمنت های چیز به قول معروف ستلر های یهودی میان اونجا و خانه سازی میکنن، این غیر قانونی است. به خاطر این هست که این منطقه عرض میشود که فلسطین مده اینجا هست. در عصر جدید، حالا من تاریخ قدیمش رو من کاری ندارم، در عصر جدید اینجا در واقع اردن، کینگدوم آف اردن، پادشاهی اردن اینجا رو گرفت و بعد هم یک عرصبتی قراردادی هم با مصری ها بستن که هر کسی که به این مناطق حمله کنه به یکی به دیگری حمله کرده. و بعد عرصبت که فلسطینی ها اینجا سکنا گزیدن تا میرسیم به سال 1967 که جنگ شش روزه هست. اسرائیلی ها حمله کردن به در روزگار عبدالناصر به مصر و بعد همزمان هم کینگ حسین اردنی حمله کردن به اینجا. اسرائیلی ها پیغام دادن که ما به شما کاری نداریم، شما ما حمله نکنید. و این آقای حسین، ملک حسین پیغام داده است که کار از کار گذشته. بعد مجلس اسرائیل برقرار شده است که چه بکنیم و چه نکنیم. مناخم بگین گفته است که فرصت ما تاریخی به دست آوردیم که اورشلیم رو بگیریم. اورشلیم یک شهر خیلی خیلی قدیم هست که در واقع تمام ادیان اونجا از قدیم بودن، از قدیم اونجا. اینجا محلی است که در واقع محل پادشاهی نمیدونم سلیمان و داوود و بعد رومی ها آمدن اونجا رو گرفتن. و هر شبت که بله اینجا اورشلیمه، اورشلیم شهریه در روزگار، چون اینجا در واقع محل مسیحیت بوده و در همین حدود بوده است که مسیح تعلیمات خودش رو گسترش میداده با اطرافیانش و در همین منطقه است که به دار کشیده شده. از کوچه های اورشلیم صلیب بر دوش او رو بردن. در اروپا که مسیحی شده بودند و اینها گفتن این منطقه مقدس است. جنگ های صلیبی ده ها هزار نفر مردن تا سرانجام توانستن اروپاییان اینجا رو بگیرن، مسلمان و غیر مسلمان رو از دم تیغ بگذرانند و 70 سال هم اروپاییان حاکم بودن در این شهر اورشلیم. و تا صلاح الدین ایوبی پیدا شد کسی رو هم قتل عام نکرد، از بسیار بزرگوارانه عمل کرد و این مسیحی ها رو از اینجا بیرون کرد. تاریخ فوق‌العاده‌ای داره این شهر اورشلیم. باری مناخم بگن آمده است و گفته است که فرصت تا این مناخم بگن از اون آدم های جنایتکار تاریخ باید به حساب بیاد که وقت تاریخی به دست آوردیم که این شهر رو بگیریم. و بعد نخست وزیر میگوید که من بایستی با موشه دایان صحبت کنم، با موشه دایان که در واقع جنرالشون بود. اینها تاریختن و 1967 اونجا رو گرفت. سازمان ملل متحد چندین لایحه زاده کرد که آقا شما اشغال کنید. بله این آقای مناخم بگن هست. بله این معروف ترین تروریست خاورمیانه مناخم بگنه.
یعنی هیچ کس در یک کار تروریستی یک جا به اندازه بگن آدم نکشته. در یک بمبی که گذاشته 90 و چند نفر این آقای مناخم بگن کشته. آدم عجیبی بوده. عرض شد که بله خیلی ممنون. اینم آقای براون هست، این دست راستی که این آقای براون بود که وزیر امور خارجه آقای کارتر بود. این عکسی که نشون دادین، این از عکس مربوط است به دیپلماسی روزگار جیمی کارتر. باری اینا گرفتن و بعد هرچه سازمان ملل به اسرائیل میگوید که آقا برگردید، اینا میگه آقا اون ما جای رو اشغال نکردیم. که اشغال اونی هست که از یک کشوری که دارای قانون هست و دولت هست و مستقر هست بگیریم، ما رفتیم اینجا رو گرفتیم برای خودمون، اینجا مال ماست. یعنی زورگویی علنی حقیقتا. ضمن این که حالا ما ایرانی ها، ولی اینم موشدایان هست، آقای موشدایان واحد العین بود به قول معروف، گویا سفری هم به ایران کرد، بله، و خیلی شهرت و اعتبار بسیار پیدا کرد به خاطر همین جنگ 1967 و گرفتن اورشلیم. و هر شبت که مدت ها بعدش هم زنده بود آقای موشدایان، و موشدایان از شخصیت های معروف اسرائیلی بود که در ساختن ماجرای تشکیلات اتمی اسرائیل دست داشت با فرانسویان اینا، اونم داستانش خیلی خیلی مفصل است، ولی فرصتی پیش خواهیم پرداخت. بله میگویند که ما اینجا رو گرفتیم، آقا اینجا مال کسی نبوده، اینجا مال ما بوده از قدیم، حالا اومدیم گرفتیم، مال دولتی نبوده که ما پس بدیم. و عرض شد که آمریکا هم خب میگه بله بچه ما راست میگه دیگه، بچه‌مون نازش میکشیم روسش داریم دیگه، راست میگه دیگه اینا. و این جنگ اسرائیلیا و عرض کنم که فلسطینی ها آغاز شده. و در این غزه در واقع در عصر جدید وقتی که مقاومت های فلسطینی ها شروع شد، PLO به وجود آمد، Palestinian Liberation Organization، و یاسر عرفات. یاسر عرفات که یادتون هست رهبر PLO، اگه عکسی هم از یاسر عرفات مرحوم هست که گویا پولونیوم بهش خوروندن بیچاره پولونیوم بهش دادن، دیدن با آبگوشت اینا از بین نمیره این، با این حرفا، بله با این حرفا حریف این نیستن، گویا پولونیوم دادن به حضرت، بله بله یاسر عرفات، بله پولونیوم هر سبت که یک فلزیست رادیو اکتیو، حالا چون اسم عرفات من توضیح بدم بیچاره را گویا بهش پولونیوم خوروندن در دیزیش یخنیش پولونیوم ریختن اسرائیلیا. هر سبت که پولونیوم یک فلز رادیو اکتیویست که خانم ماری کوری کش کرده در زمانی که در سوربون کار میکرده، روی اورانیوم کار میکرده، لابلای اورانیوم چیزهای دیگری کشف کرده، یکیش هم پولونیومه، چون اهل پولند بود یعنی لهستان، اسمش گذاشتن پولونیوم به افتخار قرآن پول. رادیو اکتیو خطرناکیه این پولونیوم. و بعد گویا لباسی که از عرفات مونده امتحان کردن رادیو اکتیو بود، گفتن که ببین آقا پولونیوم دادن خورده، گویا قرار جسدش یا در آوردن یا محل در حال تحقیق هستن در باب این. باری این آقا رهبر PLO بود، بنیانگذار PLO بود آقای یاسر عرفات، در فلسطین اینجا اونجا سفر میکرد، رهبر کل فلسطینی ها به حساب میامد و حوادث بسیاری بر این مرد گذشت. در این روزگاران یک معاونی داشت رفته رفته پیدا شد در چهره رهبری به نام محمود عباس. لطفا محمود عباس رو هم نشون بدیم که بدونیم محمود عباس کیست، که امروز در واقع خودش رو رهبر فلسطینی ها می داند. محمود عباس متولد حزبله 1935 هست. عباس در واقع در مسکو درس خونده، در اونجا بویا پی اچ دی ساینس داره و تزش هم در ارتباط با رابطه پنهانی، عنوانش این هست رابطه پنهانی صهیونیست و فاشیست در روسیه شوروی. محمود عباس بعد برگشته و قطر جایی بود که فلسطینی فراری و کویت اونجا عرض می شود که بودن و فعالیت می کردن. عباس رفته رفته خودش رو وارد تشکیلات یاسر عرفات هست. یاسر عرفات به این آقای محمود عباس علاقه بسیار داشت اما قدرتی به اون نمی داد. سرانجام زیر فشار خود عباس و دیگران مجبور شد که او رو هم سهمی از قدرت بدهد، تا سرانجام البته آقای عباس توانست در یک انتخابات به عنوان عرض میکنم که رهبر فلسطینیان بعد از یاسر عرفات ایشون
به رهبری فلسطینی ها برسد، که در اون زمانی که این اتفاق افتاد اوایل سال 2000 فلسطینی ها به اون رأی دادن و ناگهان گروه دیگری پیدا شدن در غزه، چون میدونی اسرائیلی ها اونجا بودن و بیرون آمدن. من فکر میکنم اسرائیلی ها اگر میتوانستن غزه را نگهداری بکنن بیرون نمی آمد، به جهت اینکه اسرائیل ادعا میکنه کشور دموکراتیک هست. امروز که صحبت میکنیم در خود اسرائیل بیش از 1.5 میلیون نفر عرب وجود داره، شاید هم بیشتر. بنابراین اضافه کردن 2 میلیون عرب دیگر به جمعیت اسرائیل با وجود غزه، خب چند سال دیگه یا اسرائیل بایستی به سیستم آپارتاید اداره بکنه خودش رو، یعنی با زور سرنیزه حاکم بشه به این در واقع شهروند خودش، یا با رأی. بنابراین دید که من اینجوری فکر میکنم، دید به صرف نیست آقا 2 میلیون رأی رو عرب رو شما چیز بکنید بابت یه شهر. گفت نه آقا، ما این شهر اصلا خالی میکنیم، 2 میلیون نفرش هم نمیخوام، حرفا بزنن تو سرشون میزنیم. این است که از مرحمت فرمودن، از غزه عقب نشستن. اونجا چند گروه دیگه به وجود آمد، یکی حماس به رهبری خالد مشعل. این تصویر خالد مشعل هم لطفا نشون بدید، ما اینجا ایشون رو معرفی بکنیم. خالد مشعل، بله، که این هم از عرض کنم که فلسطینیان مبارز به حساب هست و در کویت درس خونده. دیدم یه دروغی در باب ایشون گفتن، بله، این آقای خالد مشعل است که در کویت درس خونده. عرض می شود که به حماس رو او بنیاد کرد. بله، این آخرین عکسش هست فکر می کنم در مصاحبه با خانم امامپور، که یا پخش شده من ندیدم یا هنوز پخش نشده. باری، و حماس مخالفت کرد با در واقع تلاش غیر مسلحانه که محمود عباس به میان انداخت و با اسرائیلی ها دوستی کرد و غربی ها هم او رو پذیرا شدن به عنوان یک عنصر معتدل یا مادریت به قول خودشون. و سفر میکنه آقای عباس به کاخ سفید، آمده عرض میشود که مذاکره میکنه. حماسی ها شروع کردن به نفی عباس و اینکه ما بایستی تلاش رو ادامه بدهیم تا فلسطین، تا اسرائیلیا برگردن به مرزهای قبل از 1967. در اینجا در واقع جدا شدن، محمود عباس هم عناصر حماسی رو از دولت خودش بیرون کرد. به طور کل یه خط قرمز بین این دو گروه فلسطینی که یکی حماس باشد در شهر غزه با حدود 1.7 میلیون نفر و محمود عباس رهبر PLO در وست بنک با جمعیت فلسطینی حدود 2 میلیون نفر، اینها از هم جدا شد و دنیا حماس رو تروریست اعلام میکرد و دوستان آمریکا هم که در منطقه بودن مثل حسنی مبارک و عرض میکنم دیگران به پیروی از غرب، چون غرب هر کسی رو بخواد یه مهر میزنه ارتباطش رو قطع میکنه. بعض عناصر مادرت مثل آقای جیمی کارتر اینا هم در این آمریکا هستن که آقا این رو مردم، چون اینا هم انتخابات کردن، این حماسی ها رو مردم انتخاب کردن، بالاخره منتخب مردم بودن. شما نمیتونید بگید ما دموکراتیکیم، به رأی اعتقاد داریم، بعد یکی کسی هم با رأی مردم انتخاب بشه میگن آقا این تروریست فلان. باری اونها هم ارتباطات خودشون رو با این قطع کرده بودن. اوضاع دگرگون شد ناگهان. به اصطلاح بهار عربی، یک آدم می آمد از اخوان المسلمین به نام محمد مرسی، ارتباطش تنگاتنگ با آقای عرض کنم که خالد مشعل و گروه به اصطلاح تروریستی حماس. حالا جنگ در گرفت، جنگ که در گرفت در واقع آقا بروکر شد، به میان افتاد آقای محمد مرسی که تازه مردم آمدن که ما این آقا رو نمیخوایم، چون قدرت بیش از حد میخواد تشکیلات قانونی مصر قدرت اون رو بی حد و حصر بشناسن و او بتواند هر کار که دلش میخواد انجام بده. معمولا این ذهنیت های استبدادی وقتی به حکومت میرسن، حالا یا از طریق کودتا یا از طریق رأی، چون این ذهنیت استبدادی در ایران هست، میخوان بنیادهای قانونی مملکت رو بردارن. در مملکت خودمون هم چند بار اتفاق افتاد. باری محمد مرسی به مذهب خوشبختانه مردم مصر بیدار هستند و این دو سه روز گذشته در واقع میدان تحریر محل تجمع معترضین بوده که ما باید از نو انتخابات کنیم، ما محمد مرسی رو لازم نداره. البته ایشون وقتی که رئیس جمهور شد آمد و گفت آقا من بریدم از حزب و من نماینده همه مردم مصر هستم و سخنان خیلی خوب گفت، اما معلوم نیست واقعا پس ذهن این محمد مرسی چه می‌گه. واقعا یه آدم دموکراتیست،
من نمیدونم، من تردید دارم که ایشون رو یک سره دموکرات بشناسن. در صورت اینا اسلامی هستن و به اینا نمیشه اعتماد کرد، خصوصا که جزء حزب اخوان المسلمین هم بوده و سپر اسلام به سر گرفته بوده، حالا به هر صورت انتخاب شده و یک ظاهر دموکراتیک که خودشون فایده داره. این روزها هر کی متظاهر به دموکراسی است پول گیرش هم میاد. دولت پاکستان رو ببینید، میگه ما دموکرات هستیم، از آمریکا اخاذی میکنه، از کشورهای دیگه، از اون سو طالبان رو تقویت میکنه، تروریست‌ها رو تقویت میکنه. و این دولت مشکوک و پلیدی است به نظر من، دولت پاکستان. این محمد مرسی هم همینجور در واقع صلحش رو، چون میدونی صلحی برقرار کرد، انور السادات، محمد انور السادات. لطفا انور السادات هم نشون بدید مرد بزرگی بود، مرد جوان مردی بود سادات، به نظر من مرد دهیری بود، جنرال لایقی بود، مسلمان ها رو کشتن در واقع. بله انور السادات مرد بزرگوار و دلاوری بود و تنها برنده جنگ در میدان اسرائیلی ها، حالا برنده قاتل که نمیتونیم بگیم چون آمریکا کمک کردن، اما نبرد بسیار بسیار خوبی کرد و حیثیت و شرافت اعراب رو در واقع بعد اعاده حیثیت کرد، واقعا با شکستن خط بارلر و گرفتن بخش عمده اون منطقه و بعد صلح کرد و بعد شجاعانه رفت اسرائیل، گفت آقا این جنگ نه به درد شما میخواد نه به جنگ به درد ما. در روزگار جیمی کارتر من به یادم هست که ایشون آمد اینجا و آقای مناهم بگین هم آمد، مزاحم صلح میگفتن بهش، به آقای بگین آمد اینجا و در کاخ سفید آقای جیمی کارتر هم ایستاده بود و عرض کنم که اونجا صلح برقرار شد. محمد مرسی صلح رو نگهداری کرده، بنابراین اسرائیلی ها هم روش خیلی حساب میکنن، آمریکایی هم همچنین. مقصود این که این آقای مرسی این وسط افتاد و چون ارتباطش با عرض میکنم که تشکیلات حماس برقرار بوده و برقرار هست و اونها رو تروریست نمیشناسه، این است که این آتش بس رو اعتبارش رو میدن به آقای محمد مرسی. از این جریاناتی که اتفاق افتاد و فعلا حالا محمود عباس به حاشیه رفت و این آقای خالد مشعل به عنوان رهبر فلسطینی ها عرض میکنم که چهره جهانی پیدا کرد. حالا یک تحلیلگر عرب دیدم که حرف خوبی زد، گفت بعد از این که جنگ حزب الله و اسرائیل بروز کرد خیلی سر صدا ها شد که بعد حزب الله از این جنگ برنده و سرفراز بیرون آمد و اینها، اما چنین نشد، در واقع جز کشته شدن عده زیادی از مسلمانان اینها حاصلی نداشته. اینها هم من دیدم شکر میکردن، معلوم نبود برای چی شکر میکردن، نماز میذاشتن و نمیدونم توی خیابون‌ها سرشون رو به زمین می‌سایدن، خدا رو شما نمی‌دونم خدا رو برای چی شکر می‌کردن، واقعا چه اتفاقی افتاد اون که خدا رو شکر می‌کردن. زده بودن ساختمان‌هاشون رو خراب کرده بودن، 1500 تا تارگت رو زده بودن، 150 نفر رو کشته بودن، 1000 نفر رو اسرائیلیا زخمی کرده بودن. این شوک‌گذاری برای چه بود من نمی‌دونم، اما به هر صورت شهرت و اعتباری پیدا کرد آقای عرض شود که همین خالد مشعل. و این خالد مشعل دارای سوابق ممتدی است. چند سال پیش که آقای کلینتون نخست وزیر بود، اسرائیلی ها دو نفر موساد میفرستن که اینو بکشن، غافل از این که گاردهای همین خالد مشعل مواظب او هستن. این است که اینا پیاده میشن، یک سمی رو با آمپول میزنن به گوش این آقا. خالد مشعل مریض شد افتاد، آقای کلینتون وسط افتاد، این آقای نتانیاهو ضد سم رو بدهد، ضد سم رو نمیداد. آقا نتانیاهو هم یه چیزی مثل هم مناخم بگنه، فراموش نکنید. باری با اصرار کلینتون آقای نتانیاهو ضد سمش، چون دستگاه جاسوسی یک سم که دارن ضد سمشن معمولا دارن که اگر که بخوان استفاده، باری ضد سم رو فرستادن و زدن به این خالد مشعل. خالد مشعل حالش خوب شد از این داستان. بله آقای نتانیاهو، دموکرات های اسرائیل هم دوست ندارن آقا نتانیاهو رو. عناصر مادریت معتدل و دموکرات چشم دیدن آقای نتانیاهو رو ندارن و آقای اوباما هم به همچنین. در یک مصاحبه تلفنی اون رئیس جمهور سابق فرانسه گفته بود که این یک درد عجیبی است، این آقای حیوان عجیبی است این آقای نتانیاهو. آقای اوباما گفته بود منو ببینید که 24 ساعت باید با این حرف بزنم.
باری، بنابراین خالد مشعل سابقش خیلی ممتد هست. عرض شود که آقای عباس هم البته سابقه تروریستی اون چنانی ندارد، اما مشهور است که در اون ماجرای المپیک 1972 مونیخ اگه به خاطر داشته باشیم و کشتن ورزشکاران اسرائیلی، مشهور هست که وجهش رو آقای عباس تهیه کرده بوده، که البته تز و تئوری یاسر عرفات این بود که فلسطینی های ثروتمند رو در وارد پی‌ال‌او بکنن که در مواقع ضرور بتوانن از اونها در واقع کمک بگیرن. اما بر روی هم رفته آقای محمود عباس یک عنصر پیشرو، ملایم و معتدلی است و من گمان نمی کنم تا اونجایی که ما اطلاع داریم از این وضعیت که حالا این وضعیتی که پیش آمد باعث پیش کند که آقای محمود عباس در محاق فراموشی برن. بارتا جان یه آهنگ دیگه لطفاً پیدا کنید، موزیک کوتاه تا بریم و برگردیم و به مطالب دیگر اشاره بکنیم تا در دنباله صحبتی خدمتتون میکنیم. قبل از این که برویم یک چیز لاتائلی برای من فرستادن، نتیجه تحقیقات MIT آمریکا. ایتارتاس در این خصوص گزارش داد، تحقیقات یک تیم فلان بر روی اصل و نسب باراک اوباما نشان داده است که او یک ایرانی الاصل است. دکتر اندی واسهول، اینا همه لاتائله ها، مؤسسه تحقیقات نمیدونم چی چیزی دانشگاه MIT، حالا اینقدر سواد نداشت که بابا MIT جای این کارا نیست، با MIT مدرسه مهندسیه، میگوید مطابق تحقیقات باراک اوباما ذاتاً از اهالی جنوب ایران و شیعه است. او گفته است که خاندان اوباما در حقیقت همان خاندان معروف اوبامای بوشهر هستند که در دوران قاجاریه جلای وطن کرده و چندین سال به آمریکا رسیدند. جد بزرگ اوباما میر حسن خان اوبامایی که از میراب‌های مشهور بوشهر بوده و به همین خاطر اوباما یعنی آب با ما میباشد، پس از یک نزاع خونین با سقاباشی ناصرشاه قاجار از بوشهر فرار کرده به سرحدات عثمانی میره. تا آخر این داستان سخن لاتائل و مزخرف و شوخی است در واقع، دوستان جدی نگیرن، یکی اینا رو جدی نگیرن، یکی نوشته‌های خدا رحمت کنه ذبیح الله منصوری. این مرتب به من زنگ میزنن که آقا این سینوهه مثلا چی خواجه تاجدار، اینا رمان عزیزان، اینا کوچکترین ارزش تاریخی نداره. این مرد تقلب میکرد، رمان نویسی بود، تقلب میکرد بیچاره برای اجاره خونه، اسم دیگران رو کتاب خودش میذاشت. اگر شما دیدید کتابی رفرانس نداره وقتی میگه نوشته فلان نمیدونم محقق انگلیسی، ببینید آقا به شما رفرانس میده، بیوگرافی میده، چون به من زیاد زنگ میزنن. متفکر دنیای شیعه از مجمع دانشمندان استراسبورگ، اینا تقلبای آقای خدا رحمت کنه این آقا رو چقدر دروغ گفت به مملکت، چون شیرین مینوش خواننده هم داشت، اینم از اون سری. در باب این داستان قضه که دو مرتبه فراموش کردم خدمتتون عرض کنم، یکی اون که این منطقه در روزگار گسترش اسلام هر شبت که توسط عمرو بن عاص این منطقه رو او تسخیر کرد، جنرال عرب عمرو بن عاص که ما همواره مسخره میکنیم به خصوص شیعیان. تاریخ جهان میگوید که عمرو بن عاص یکی از جنرال‌های بزرگ تاریخ عرب هست، ما میگوییم که این حضرت مولا علی حمله کرد، این شلوارش در آورد که مولا خندش گرفت فلان از این حرفا، و این در صورت که تبلیغات شیعه است دیگه. این امر آس بارا بودم خدمتتون دادم، لایق و بزرگواری بوده در سیاست، البته مشهور است که، ممنونم از شما عزیزم، بله مشهور است که این آقای امر آس وقتی که مصر رو گرفته بود مصری ها میخندیدن. ممنونم بارتان جان، مرسی. بله اینا تانک های اسرائیلی هست در آمادگی به حمله به غزه. میگن که وقتی که عمرو بن عاص مصر رو گرفت، مصری ها مردم متمدن بودن، این عربا رو مسخره میکرد. خب اینا مش بیابانی بودن، غذا رو از دست هم میگرفتن، اینا به گوش عمرو عاص رساندن، گفت که فردا مردم رو دعوت کنید براشون من میخوام صحبت کنم. شب اول دستور داد مقابل چشم همه مشاهیر مصر دعوت کرد اونجا، مثل که یک جایی هم درست کرده بود اینها، و اینها رو گفت به همون عادت مردم بیابانی
غذا بخوریم. اینا ریختن سر سفره و از دست هم میگرفتن و به یک وضعیت وحشتناکی غذا خوردن اینا. و شب بعدم دعوت کرد دوباره اونا رو، بعد اون رجال و مشایخ عرب رو که تعلیم دیده بودن، گفت آقا بشینید با همون اتیکت تمام، خیلی مرتب و منظم غذا خوردن و بلند شدن. آمد گفت که آقا این راست میگین، شما ما رو مسخره میکنین، حق با شماست، ما همونیم که شما میفرمودین، اما ما آمدیم از شما یاد گرفتیم مدنیت، اون شیوهی که دیدیم ما اونجور بودیم که غذا میخوردیم، اما آمدیم یاد گرفتیم از شما، به خاطر که شما مردمان پیشرفته بودین، ما نبودیم. یکی از کارهای خیلی جالبشه، پیداست مرد بصیری بوده در کارش، فقط به شمشیر تکیه نمیکرده، باری این غذا رو اون گرفت. گویا بنیانگذار اسلام مدعی بوده است که عبد مناف که جد بزرگ ایناست در همین غزه خاکه و برای اینا خیلی مهم بوده، بنابراین اونجا تخریب نکردن و تنها کاری که میکردن، البته مسیحی‌ها رو میگفتن مسلمون میکردن یا جزیه میگرفتن و کلیساها رو تبدیل میکردن به مسجد. ماشاءالله کارشون این بوده، هر جا معبدی مال یک گروه دیگری بود اینو می‌بردن دو تا گلدستم اضافه می‌کردن و مؤذن می‌فرستادن اونجا، و بیشتر مساجدی که مشهور هستند در تاریخ اسلام و جهان اینها کلیسا بودن. نمونه بزرگش مسجد اویا صوفیه است در ترکیه، کوردوبا، مسجد کوردوبا و مسجد همین بزرگ غزه که اینها چیز بودن، در واقع اینا کلیسا بودن، تبدیل کردن به عرصبت که به مسجد. فقط دو تا گلدسته میخواست و دو تا معزه و آثار مسیحیت رو پاک میکردن و عرض شود که به مسجد تبدیلش میکردن. حالا خرابش نکردن، بالاخره بازم خودش جای شکر داره. یک کتاب اینجا هست که من خدمت رو معرفی کردم، جامعه شناسی خودمانی. بعد نیست پایان برنامه من براتون بخونم تکه هایی که این مرد نویسنده ایراد هایی که از خلقیات ما گرفته، بعضش درسته بعضش هم درست نیست. اینجا میگوید قانون گریزی و میل به مطلبی که فراموش کردم جمع‌بندی بکنم این هست، هموطن گرفت، جامعه ای که دارای آزادی و قانون نیست دارای ثبات نیست، مثل جامعه ایران. همواره شما باید این ثبات رو از طریق اختناق و زور و جاسوسی و تجاوز به دست بیارید برای صاحبان قدرت. مدتی می شود این کار رو کرد، مدتی می شود تکیه به زور کرد، اما دوامش میسر نیست، امکان نداره چنین چیزی. محال است که شما یک جامعه مثل جامعه ایران با 130-140 سال سابقه مبارزات سیاسی، به خصوص در عصر جدید که ایران هم و جوانان ایران هم در مسیر قضایای جهانی هستند و بسیار بسیار مطلع هستند، شما با خفقان و زور و دروغ و تقلب بتوانید اداره بکنید مملکت رو، چنین چیزی میسر نیست. جامعه مصر هم پیداست که جامعه خردمندی است، چون مصر هم کشور استخونداری است، در واقع روشنفکری در عصر جدید در اون کل اون منطقه از مصریان به وجود آمده، مدرنیتی در همون اون بخش آفریقا مصر بوده، مصر دانایان داره، وکلا، نمیدونم روشنفکران، و از سخنانی که میگفتن به زبان انگلیسی خیلی خوب جوانایی که در میدان تحریر بودن، میشد فهمید که دانسته این کار را انجام بدن، میدانن چه میخواهن. این نیست که فقط خشمگین بودن از دست اون عرض میکنم حاکم قبلی حسنی مبارک و حالا که تموم شده است بگوید مثل ما که دو داستان مشروطه گذاشتیم و در رفتیم. اینها میگویند که آقا این چیزی نبود که ما میخواستیم، این آقا افزون طلبه، قانون شکنه و مشکلی بزرگی برای آمریکایی‌ها شده. گویا بهش پیغام دادن که آقا مواظب اعمال و رفتار باشون، به این بهانه که دموکراسی است و صلحش با اسرائیل عرض کنم که برقرار است و اینا، پول هنگفتی هم از آمریکا میگیره آقای مرسی، محمد مرسی. کتاب
کشور ما هم به همین وضع، در واقع مردم ما دانا هستند، بسیار بسیار دانا هستند، میدانند که هر شبت که این رژیم رو نمیخواهند و میدانند که آزادی میخواهند. این است که با زندانی کردن یک نفر و کشتن یک نفر رو عرض میشود که انتخابات متقلبانه برقرار کردن و مردم به یک کسی رأی بدهند، اینها یک کسی دیگری رو رئیس معرفی کردن، اینها مقابل چشم مردم هست، مردم میدانند. و تا حصول آزادی این بی‌ثباتی در این جامعه ایرانی خواهد بود. من فکر میکنم که مردم ما ملت شدن در گیرودار همه این مبارزات و مثل قدیم نیست واقعا. همین دانشگاه هایی که کم ارزش هم هستن، خود آخوندها ساختن در اینجا و اونجا، به هر صورت جوان ها گرده هم آمدن به کلاس های درس رفتن، با هم صحبت کردن و طالبی خوندن. تحصیل کردگان ما امروز تعدادشون بسیار بسیار زیاد هست و تشخیص خوب و بدی به این درجه از وضوح، یعنی حاکمیت مردی که یک رأی هم نداشته، یعنی هیچ کس آقا ندانست که این آقا چگونه آمده و قدرت مملکت رو به دست گرفته. مجلس میگوید احمدی نژاد رو استیضاح کنیم، او رو استیضاح کنیم، ازش سوال کنیم، رهبر دستور میدهد که نکنید، میگن نمیکنید. یعنی اینا نمایندگان مردم نیستن، رأی ملت در اونجا منعکس نیست، خواست ملت در این مجلس منعکس نیست، خواست همین آقاست. این دولت و مجلس و تشکیلات ارتش و تشکیلات جاسوسی و ضد اطلاعاتش و ثروت مملکت و بودجه و همه چیز دست این یک نفر. خب این چیزی نیست که، این یه چیز متضاد غریبی است با وضعیتی که ادعا میکنن هستن و اینها. مردم هم مطلع هستن خوشبختانه. حالا شما هر چی سانسور بکنید، بی امروزی از سانسور گذشته، واقعا دور سانسور گذشته. خب اجازه بدید که وارتون جان چه میزان وقت دارین؟ فکر نمی‌کنم وقت زیادی داشته باشین. وقتی داریم یا نداریم؟ 4 دقیقه. من اینو میخونم خدمتتون در باب قانون گریزی و میل به تجاوز ما. میگوید به طور کلی قانون گریزیم. بعد یه پرانتز باز کرده، باز هم تکرار میکنم، شما استثناءن از خودتان که استثنایی هستید بگذارید، اصلا من منظورم بیشتر غیر استثنایی ها هستن، من متلک هم گفته، از قانون تمکین نمی کنیم. حالا چرا اینجور شده؟ اون مبحث جداگانه است عزیز من. تو که قانون شناسی جامعه شناسی مرد حسابی، وقتی که در مملکت قانون باشه یه عده رعایت نکنن، دیکتاتوری بیاد یا دیکتاتورها بیان که قانون اساسی مملکت رو توی زباله بندازن، شما میخواید مردم قانونمند بشن؟ قضیه رو از استبداد باز این آقا شروع میکرد، از مردم شروع کرد، نفی مردم، ببینید به گردن مردم انداخته. حالا چرا اینجور شده؟ اون مبحث جداگانه است. ببین بحث مربوط نمیشود که چرا و چگونه قانون گریز شدیم. حتی قوانین را که مطمئن هستیم برای آسایش ما تنظیم کردن، آلودگی هوا واقعا کشنده است. ماشین ها را 2-3 روزی، اون هم حتی المقدور اگر در خانگاه داریم، مسئله حل می شد، اما محال است رعایت کنیم. خب مؤمن شما کجای کاری برادر من؟ وقتی ماشین هوا آلوده میکنه، خب وظیفه دولتی که ماشینایی که هوا رو آلوده میکنه جریمه کنه، ببرن مجبور بشن درست کنن مثل آمریکا. این عرض میکنم که هوای لس آنجلس چندین دهه پیش بسیار کثیف بود، بعد قانون شد که آقا هر کسی میخواد ماشینش برای نمره بکنه باید نشان بده که اسمک چک داره. بنابراین اون سیستمی که در داخل همین تشکیلات اگزاس هست، وقتی باشه عرض می شود که در واقع گاز کربونی یا اکسید دو کربن تولید نمی کنه هوا رو آلوده کنه. اینا همه باز برمی گرده به قوانین مملکت و حاکمیت، مثل که امر شخصیه. اما محال است آیتیم، تابستانی گرم است، کمبود آب به صورت جدی بحران آفرین شده. این را هم به هم این را هم می فهمیم و هم با چشم میبینیم، ولی عدم اطاعت از مقررات برای من ملکه شده، دیگر عادت کرده ایم. میل تجاوز به قانون حتی در فرهیخته ترین افراد جامعه هم کم و بیش به چشم میخورد. خب اینا همه پیامدهای عرض میشود که استبداد و فساد ناشی از استبداد. دوست عزیز، این رانندگی ما رو دقت بفرمایید، خودتان بهتر متوجه خواهید که چه میخواهم عنوان کنم. خیابان دو طرفه است،
طرف ما ترافیک سنگین است، طرف دیگر تکی و توکی ماشین از روبروی ما در حال حرکت هستند. نزدیک سر چهارراه هستیم. احتمال این که اونجا یکی دو تا پلیس ایستاده باشن کم نیست. حالا بیایید وسط خیابان، یعنی اونجایی که خط ممتد زرد به شما دستور میدهد که اون طرف خیابان نروید. اون طرف حق اونهایی است که از اون رو میآیند. اینجا راننده ها به سه دسته تقسیم میتوانیم بکنیم. یک قسمت معدود و نهایتاً معقولی پشت ترافیک و در خط خودش آنقدر میایستند تا راه باز شود. دسته دوم که باز هم تعداد کم است بی‌پروا میآیند. طرف چپ، یعنی اون طرف خط ممنوعه و با سرعت در جهت خودشان ولی در حقیقت در جهت عکس مسیر قهرمانان حرکت میکنند بدون اینکه فکر کنند سر چهارراه چه اتفاق خواهد افتاد و ریسک روبرو شدن با پلیس را هم به جان میخرند. اینها میشوند قانون شکنان پرده، پردل و جرأت، قانون شکنان نترس که سر البته در تمامی ابعاد خیلی هم خطرناک هستند. اما دسته سوم که تقریبا درصد بالای شاید 80 یا 85 درصد ولی معلوم نیست کجا این آمار میاره راننده ها رو تشکیل میدهند. اینا هر وقت بتوانند یک قسمتی از سمت چپ ماشینشون اون طرف خط زرد، این در مسیر گذشته و فرمانشون به طرف چپ پیچانده و هی از پنجره ماشینشان گردن میکشند ولی جرأت رفتن به خود نمیدن. از اینجور داستان ها که در واقع بوق رو از سر گشاد زده است. این دوست عزیز ما و نم نمیشناسمش که هست، آقای حسن عراقی، مطلب رو بایستی از بالا میگرفت، از قوانین مملکت و لزوم اجرای قانون توسط همه آدم ها و دادگاه ها، سیستم قضایی مملکت، سیستم قانونی مملکت، نه اینکه یاد مردم بگیرن. خب وقتی یه جایی که عرض شد که استبداد و بیقانونی هست، هر کسی خودش رو محق به تجاوز میدونه دیگه. وقت ما هم در اینجا تمام شد. با اشاره وارتان از شما که حوصله کردید و توجه فرمودید بسیار سپاسگزارم. هموطنان گرامی از وارتان ممنونم. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.